درود به شما خیلی سریع بریم سراغ تحلیل بیت کوین تحلیل هفتگی با تحلیل بیت کوین شروع میکنم که کندل ماهیانش بسته شده نوامبر 2024 کندلش با این شکل و شمایل بسته شده و استراتژی و پلن خودم رو بهت میگم تا زمانی که قیمت تو ماه دسامبر تو شدو در واقع ماه نوامبر باشه کاری باش ندارم یعنی فعلا تو این شدوه هیچ کاری ندارم یه تئوری دارم که جمعه دو هفته گذشته صد هزار دلار تله شد تئوری اولم تا الان صد هزار دلار اصلا تست نشده فقط همه رو انتظار شکستش وارد معامله شدم و به نظرم میتونه تله باشه فعلا دو هفته این تئوری در واقع ادامه داره و در حقیقت فعلا باید ببینیم نکته دوم تو چارت دیلی یا ویکلی در حقیقت میتونم بگم بیت کوین منتظر یه اصلاح شدید تا 475 هستیم اون موقع تازه نقطه ورود شاید با یه درست حسابی باشه که از مقطع شاید تا 70 هزار هم تو دیلی و ویکلیش نگاه میکنیم جا داشته باشه این تحلیل دوممه که اصلاح دارم تحلیل سومم برگشت بیت کوین به سمت بالا و ادامه حرکتی که تو ادامه این جلسه در موردش صحبت میکنم تو تحلیل این هفتگی در واقع در موردش صحبت میکنم و خیلی ربط داره یک نکته اصلی اصلا سعی نمی کنم چیز کنم مارکتو اگه بیت کوین بخواد بره آل تایم های جالب جمع و جور کرده یعنی نگاه میکنم دیلی دوازده ساعته حتی چهار ساعته کندلای خیلی خوشگلی جمع جورش رو کرده پس پتانسیل این رو داره اول هفته شروع بکنه بره معاملگر جمع بکنه اما نکته بسیار مهم های در واقع ماه نوامبر هست که ایستاده پس بنابراین روی چارت ماهیانه یا چارت های کوتاه مدت کاری که انجام میدم منتظر هستم اگه بخوام بایر باشم منتظر هستم بره سقف ماه نوامبر تست بشه اون موقع تو برگشتش میتونم بایر باشم شاید در واقع برگشت تو تایم های کوتاه مدتی برگشت رخ بده پس اجازه میدم اینجا بره این بین توی این زخامته که اولوش دو سه هزار دلاره فعلا کاری ندارم مخصوصا تا این پونزده دقیقش هم اگه دنبال میکنین احتمالا نمیدونم که ویدیو رو تماشا میکنی اما جذابه فعلا داره در واقع بایرا رو میگیره کلی استاپ هم کاشته اینجا اول هفته میتونه یه دایو بره حتی اول در واقع میتونم بگم اوپن روز رو بگیره برگرده به سمت بالا یا یعنی اینکه مستقیم بیاد اینا رو تست بکنه برگرده رو فضایی که روز جمعه در واقع تست کرده و آماده یه حرکت خوب هست بر حال لوای پایین تر زده هایا گرفته شده یه مقداری ساخت و ساز اینجا انجام شده و به نظرم آماده هست نکته بسیار مهم بیت کوین میتونه اولین جرقه مومنتوم این هفته باشه تا ادامه تحلیل با هم همراه باشی کلی تحلیل دیگه و اخبار دیگر رو در اختیارت قرار میدم به علاوه این که خبرهای مختلفی هم از سوریه میاد خود خبرهای سوریه ظهور گروه های جدید افراطی شاید حمله های نظامی استفادهشون از اون تجهیزاتی که در اختیارشون قرار گرفته میتونه در واقع بازار طلا و شاید نفت و هم یه مقداری آه با آه مومنتوم های شدیدتری همراه بکنه پس ادامه تحلیل و همراه هم باشی با هم دیگه اخبار رو ببینیم با هم دیگه بریم سراغ اخبار بیت کوین همین الان داره حرکت میکنه کنار بیت کوین حالا تا بیت کوین رو ارز میکنم خدمتون بسیار مهم بی ام بی هم. چارت بسیار جذابیه دیلیش میتونه جذاب باشه کاملا حرکت کرده چارت روزانه و حتی هفتگیش هم قشنگ 15 دقیقهش به نظرم بی ام بی اگه بیت کوین حرکت کنه به سمت بالا اوپن روز فضای خوبی رو داره اگه بخوایم بایر باشیم ای تی اچ هم همینجور ای تی اچ هم در واقع با بیت کوین که نگاه میکنیم خیلی قشنگ فضا داره به نظرم داره میره ویکلیش که اون ناحیه نزدیک 4000 رو یه تستی بکنه شاید اون رو بگیره و ببینیم کریپتوها چیکار میکنن اما قبل اینکه بریم سراغ طلا شاید طلا این هفته با گپ سعودی هم باز بشه به خاطر اخبار مختلفی که تو دنیا هست و همین جنگا و اینا مثل نفت نفتم احتمال داره گپ سعودی باشه اگه غیر از این باشه خیلی غیر عادیه باید ببینیم چه اتفاقی میفته مهمترین خبر این هفته از دوشنبه که شروع بکنیم نیم ساعت بعد باز شدن بازار سهام مانیفکتچر پی ام آی میاد که بسیار مهمه سه شنبه نیم ساعت بعد باز شدن بازار سهام جاب وپنینگا میاد بسیار مهمه چهارشنبه بخوایم بگیم سرویس پی ام آی دوباره نیم ساعت بعد باز شدن بازار فچر پاولی اسپیک داره و البته ذخایر نفتی ایالات متحده هم اعلام میشه پنج در واقع اوپک میتینگی داره به علاوه این اینکه آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی یا بیکاری هفتگی منتشر میشه و جمعه این هفته قرار داده و دیتا مهم بازار آمریکا بیکاری و اشتغال هفته باشه هفته داره میره به سمت در واقع انتظار که از دیتا های مختلف که تو طول هفته در اختیارمون قرار میگیره میتونیم بگیم اشتغال و بیکاری چجوری فعلا کارشناسو پیش بینی میکنن که آخر هفته بیکاری رقمش از 4.2 دهم درصد 4.1 درصد در واقع برسه به 4.2 دهم درصد ببینیم شاید بیکاری این هفته افزایشش بتونه در واقع کمک بکنه به این پیش بینیه و ببینیم چه اتفاق میفته خبری هم هست که در واقع روز به روز تاثیر داره تو بازار طلا تو بازار اوراق قرضه و البته حتی بازار کریپتو هم در واقع تاثیر بازار نزدک و سهام هم که کار بکنین سهام ها عمده این حرکت ها رو دارن روزهای بسیار مهم هفته آینده فد منتظر این خبر خواهد بود تصمیم پایانی در واقع کاهش افزایش یا حتی پاز در واقع ریت بانکی فد توسط این اخبار این داده ها گرفته میشه پس باید ببینیم چه اتفاقی میفته اولین چارت بعد این حرفمون چارت در حقیقت میتونم بگم طلا طلا رو باید ببینیم با توجه به این جنگا و این داستانا باید ببینیم چه جوری باز میشه ماهیانش جالب باز شده یعنی بسته شده بگیم دیگه هنوز ماهیانه چارت جدیدش باز نشده اما جای جالبی بسته شده هفتگیش کاملا میتونه آماده یه تخلیه باشه یعنی اگه بخوایم کف هفته گذشته تست بشه اون موقع میتونه یه حرکت عجیب و غریب و داشته باشه میتونه پتانسیل ریزش رو طلا داره فاندامنتالش رو نداره الان فاندامنتالش جوریه که با توجه به اخبار قاعدتا همه منتظر طلای سعودی هن. توی دیلیش هم حرکتش جالبه اگر 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 ما گپ سعودی روز دوشنبه تو بازار نبینیم اون موقع گرفته شدن کف روز جمعه کاملا یه حرکت نزولی رو برای طلا خواهد داشت و طلا میتونه تا تست تا محدود پایین تر یعنی تا 2470 بیاد یه حرکت اگرسیب میتونه باشه اگه بیاد حرکت بکنه به این سمت با یه استاپ جالب اما باید ببینیم میگم فاندامنتال لاقل خبرهای جنگ و این داستان ها یه مقدار تاثیر گذاره اگر حرکت گپ سعودی ببینیم نقشمون باطل میشه کاملا باطل میشه اون موقع حرکت میتونه ریورس باشه و بره برای گرفتن این استاپ هایی که گذاشتم به نظرم تلا میتونه یه حرکت در واقع تخلیه رو داشته باشه اگرم بخواد حرکت کنه به سمت بای از این محدوده بیاد حرکت کنه ببینیم حالا در درجه اول چه اتفاقی میفته معمولا تو این شرایطی که خبرای اینجوری داریم هفتم هفته مهم پرخبری عموما تحلیل نمی کنم طلا رو تا دوشنبه گپو ببینم ببینم چجوری باز میشه اما این هفته استنستاین این کارو انجام دادم روی شاخص دلار <تصف> چارت بعدی که در واقع براتون آماده کردم آماده است به نظرم میتونه این هفته یه نشستی رو بکنه شاخص دلار کندلای ویکلیش هفته گذشته جالب بسته شده دیلیش هم به نظر من جای این رو داره که حرکت بکنه یه مقداری سبک بشه و بیاد پایینتر رو اون ناحیه‌ای که ما داشتیم بشینه ببینیم حالا به حال یکی از این ها میتونه در واقع فشار این سلاف رو بگیره شاید نزدیک شدن به روز جمعه اتفاق بیفته یاد اون باشه اگه قرار باشه خبر جنگ باشه اگه قرار باشه نفت تهدید باشه یا اینکه تهدیدی تو منطقه باشه نفتی که از اون چیزاییه که میتونه حرکت بکنه باید ببینیم بازار نفت چارت یک ساعتش بسیار چارت مهمیه ناحیه بسیار مهمی رو گرفته روز جمعه میتونه در واقع یه گپ سعودی رو داشته باشه بازار کاملا رو اخباری که حالا جنگ و این داستان ها و این اتفاق هاست. بیاد سعودی باشه اما یادمون باشه که یه دونه ناحیه بسیار مهم و نفت این بالا گرفته پس بنابراین این بالا میتونه احتمال در واقع سل احتمالی نفت وجود داشته باشه در صورتی که اگه گپ سعودی ببینیم تو نفت میتونه برگرده اینجا از اینجا حرکت سعودی رو ادامه بده شاید اولین تارگتمون 69 دلار بشه بستگی داره که قیمت نفت تو چارت یک ساعته چجوری باز میشه اگه گپ سعودی داشته باشیم قطعا انتظارم اینه که برگرده روی این ناحیه رو تست بکنه بعد از حرکت سعودی روی چارت دیلیش چارت جالبی قرار گرفته یه جمع شدگی سه روز متوالی رو داریم توی ویکلی الان ماهیانش رو نگاه بکنم ویکلیش همچنان به من میگه که این ناهی های پایین دور از دسترس نیست که حرکت بکنه حالا شاید خیلی بلند پروازان باشه اما این همچنان مد نظر قرار دارم از چند ماه پیش راجب در واقع این حرکت شاید نمیدونم یه آتش بس یه اتفاقی که بیفته تأثیر گذار باشه اما انقدر فشار فاندامنتال رو نفت زیاده که به نظرم میتونه خیلی راحت این سخفا رو نفت شکار بکنه یه حرکت داشته باشه شاید نفت 90 دلاری رو هم دوباره ببینیم روی چارت ماهیانه نفت هم ما ماهیانش اگه نگاه بکنیم میتونه یه فشار سلاف باشه برای اینکه همون ناهی های ویکلی رو در واقع بگیر اگه بخوام ناحیه اصلی نفت رو بذارم تو ماهیانش حلوش تا 60 دلاره. باید ببینیم اینم نفت خام هست حرکتی که تو چارت ماهیانه میبینیم و به نظرم میتونه یه جمع شدگی رو داشته باشه ارزش داره که سب بکنیم برای حرکت های بزرگتر چارت بعدیمون چارت در حقیقت دعو جونز حرکتش بسیار جذابه یه گپ داریم توی دیلی برای حرکت سعودی این پایین منتظرم میتونه حرکتش رو ادامه بده روز دوشنبه کاملا فضاش رو داره که حرکتش رو ادامه بده من اینکه حالا اتفاق بیفته روی در حقیقت حرکت چهار ساعتش هم به نظر من همچنان جا داره که حرکت کنه به سمت بالا البته که اگه چارتش نگاه بکنیم مخصوصا تو تایم فریم پایین تر من خودم حرکتی که روز پنج شنبه دیدم روز سه شنبه دیدم همچنان ادامه داره نرسیده اگر بخوام دو رو ببینم دو تا محدوده خریدش یک اوپن اوپن روز جمعه است یا اینکه بیاد همه اینا رو بگیره و برگرده دوباره بیاد هلوش 4500 و با توجه به حرکت قبلیش به نظرم حالا عددی که من گذاشتم تا 45600 هول جا داره که حرکت بکنه با توجه به اون تئوری که استفاده میکنیم اینم از داو جونز و چارت آخرمون چارت در حقیقت نزدک حتما هفته گذشته تحلیل های ماکرو استراتژی انویدیا اپل رو دیدین هفته گذشته در مورد یه ریزش سنگین بازار صحبت کردیم بازار رو تا حدودی ریختن روی چارت هایی که صحبت کردیم سناریو خطرناک اتفاق افتاد بیت کوین از اون عددی که بود تا هولوش 90 هزار تا یه تست یا داشت اصلاحی و داشت اما این هفته میتونه در واقع ادامه هفته گذشته باشه میتونه بیت کوین اتفاق بیفته اول باید ببینیم چجوری بیت کوین حرکت میکنه تا شروع بازار دوشنبه باز شدن هفته بعدش ورود طلا شاید بگیم در واقع انرژیا و فلزات و بعدش بازار سهام آمریکا رو ببینیم آمریکا در واقع نزدک شاخصش میتونه در حقیقت کاملا تو ویکلی اینجوری که بسته بشه کاملا میتونه اگه هفته آینده مخصوصا اگه بیا تست بکنه هفته قبلی رو میتونه یه حرکت نزولی رو داشته باشه تو دیلیش در واقع تو محدوده خطر ما قرار داره میتونه کاملا راحت بیاد بالا باید ببینیم چجوری عبور میکنه اگه از این محدوده از این شدو عبور بکنه بالاترش کلوز بشه دیگه در واقع نزدک و نمیبینم اون سناریوی ریزش رو بستگی داره به حرکت انویدیا اپل و ماکرو استراتژی تو پاره ای از مواقع و باید ببینیم برحال اگر دیلیش بخواد حرکت بکنه چارتی که من میبینم اینه که قیمت بیاد پایین یا اول بیاد سقف روز جمعه رو تست بکنه بعد برگرده پایین اینجاها یه نقطه خرید بده برای حرکت شاید اون موقع برای آل تایم های اگه حرکت بکنه اینجا محدوده فروش جذابی خواهد بود اگه بیاد حرکت بکنه مخصوصا تو 15 دقیقه ای این سقف رو هم بگیره اون موقع میتونیم توقع ریزش رو داشته باشیم اوپن یا در واقع این سوینگی که روز جمعه هم تشکیل داده پتانسیل این رو داره که قیمت روز دوشنبه حرکت بکنه یه دونه با یه احتمالی رو ازش بگیریم ممنون که تا اینجا همراه بودی نظرتو بنویس یه ماه دسامبر جذاب و برات آرزو میکنم ماه پر که اگه تجربه داشته باشی اون زمانی که ترامپ اومد یه دسامبر فوقالعاده بود که ما تمام این دسامبر میخوایم از اون تجربیات گذشته استفاده بکنیم در جهت بالا بردن کیفیت و بهبود رومتوران معاملات. ما هر جسی سالم و تندرست باشی تا درودی دیگر بدرود あ <music>